داستان برگزیده شده از کتاب مردها را قول است، نوشته بزرگواد ادبیات افغانستان آقای اکرم عثمان. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان برگزیده شده از کتاب مردها را قول است را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. از محاسبه خودش با خودش قانع شد. حسن بدون غمش هیچ قیمتی ندارد. غمین بودن یعنی عاقل بودن. غمین بودن یعنی آدم بودن. از جا برخاست، مثل یک آدمی که دلش با رشته های بسیار ظریف به کائنات گره خورده باشد. با خود گفت: مگر زندگی چیز قیمتی است که بربادش دهیم؟ مگر گلهای سرخ نوروزی که بیش از دو روز نمی پایند نباید به دنیا بیایند؟ دراز بودن یعنی چی؟ کوتاه بودن یعنی چی؟ زندگی چه کوتاه و چه دراز همیشه زیباست، اما اگر دراز و نازیبا باشه به هیچ نمی ارزه. به یاد گپ معنیدار حکیم افتاد که گفته بود: زندگی را از برش دوست دارم، با لذتهایش، با خوبیهایش، با سؤالها، رمزها و شرفهایش. پر از چرت برخواست، بالاخره زندگی کتاب دلش را برای او گشوده بود و حسن می توانست کف دست دنیا و زمانه را بخواند و سرش را حکیمانه بجنباند. دیگر روز از حال می افتاد و می خواست پشت درخت های دی برود و بخوابد. بناچار دل از آنجا برکند و آهسته آهسته از میان راه باریک که از میان جنگل انبوی سپیدار به شهر می پیوست به سوی خانه و لانه راهی شد. نرسیده به آبادی، جوانی را دید که تازه از شکار برگشته بود و در قفس بسیار بزرگ 30-40 گنجشک و بودنه را اسیر گرفته بود. از او پرسید: این همه پرنده رو چی میکنی؟ دهاتی جواب داد: یا میکشم، یا میخورم، یا میفروشم و کمایی میکنم. حسن گفت: عجب. جوان گفت: چه عجب؟ از راه که نیافتیم. حسن پرسید: میخواهی اینها رو بفروشی؟ جوان جواب داد: بله. حسن پرسید: چند؟ جوان جواب داد: بودنه را دانه 3 افغانی و گنجشک را دانه 1 افغانی. حسن پولهایش را شمارد و توانست با استثنای گنجشکه که قفس و پرنده ها را یک جا بخرد. دهاتی پولها را گرفت، یکی از آن گنجشک ها را سودا نکرد و بقیه را به حسن سپرد. حسن پرسید: آن یکی را چی میکنی؟ دهاتی جواب داد: میکشم و میخورم. حسن باز جیبهایش را پالید ولی پول نیافت تا آن گنجشک را نیز بخرد. از هم جدا شدند. حسن غمگین شده
و جان آن پرنده اسیر فکر می کرد. به جان گنجشکک که تا ساعت بعد لقمه چرب و بریان مرد دهاتی می شود. چشمانش پر از اشک شد. دهاتی را از مسافت دور شده بود با صدای بلند آواز داد. او برادر، او برادر. دهاتی برگشت و پرسید چه میگویی؟ حسن گفت براستی گنجشک را میکشی و میخوری؟ دهاتی با جواب پرسید پس تو چی فکر میکنی؟ حسن جواب داد نمیکشم، نمیخورم. دهاتی پرسید پس چی میکنی؟ آیا نگهشان میداری؟ حسن گفت نه. برای چی؟ دهاتی که بی حد حیرت کرده بود پرسید بالاخره با آنها چی میکنی؟ حسن جواب داد آزادشان میکنم. دهاتی با حیرت پرسید آزاد؟ حسن جواب داد همه را آزاد میکنم تا بار دیگر به شاخچه ها بگردند و قچقچ کنند. دهاتی دید که با آدم کم و بیش دیوانه روبرو است. خندید و آن یکی را نیز به او بخشید تا نبکشد، نبفروشد و نبخورد. حسن شادمانه اول آن گنجشک را به هوا رها کرد. بعد از آن دریچه قفس را گشود و خود به چشمان حیرتبار دهاتی به تماشا نشست. پرنده ها که راهی به سوی آزادی یافته بودند هراسان یک یک از قفس برآمدند و به سوی بلندی های درخت ها پرواز کردند. حسن از نهایت خوشحالی زوق زده شد و تا چشمش کار می کرد رد پرواز آنها را دنبال کرد و به دنیای شاد و بیدر و دیوار آنها حسد برد. حسن از دیهاتی تشکر کرد و با جیب‌های خالی براهش ادامه داد. قچقچ گنجشک‌های شاد و آزاد دلش را می‌نواخت و تنین ترانه دخترکان در گوشش صدا می‌کرد. قوقوقو برگ چنار، دختراش ایشته قطار، می‌چینن برگ چنار، می‌خورن دانه انار، کاش که کفتر می‌بودم، ده هوا پر می‌زدم، آب زمزم می‌خوردم، ریگ دریا می‌چیدم. پایان داستان. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.